سرخط خبرهای مهم امروز، خیزش‌های مردمی فرصت طلایی برای دفاع از جمهوریت. قتل عام گروه طالبان توسط بسم الله محمدی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی برز. تقاضا می‌نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی هشت صبح، خیزش های مردمی فرصت طلایی برای دفاع از جمهوریت. با شروع مقاومت و خیزش های مردمی در شمال و برخی نقاط دیگر کشور، دو نقطه مهم و بعد تعبیر دو حقیقت برملا می شود. نخست، اینکه مردم این بخش ها با تسلط و حاکمیت طالبان بر مناطقشان سخت مخالف هستند و با پیشروی این گروه در بعضی ساحات کشور و آخرین حربه یعنی صلاح و راه نظامی متوسل شده اند تا بتوانند تهاجم و تجاوز طالبان را دفع کنند. واضح هست که طالبان در دوره حاکمیتشان در گذشته ظلم و جفای زیادی را در حق مردم روا داشته اند و مردم هنوز خاطرات آن روزگار سیاه و دردناک را در خاطرشان دارند. حقیقت دیگری که تحولات اخیر آن را آشکار و برجسته کرده، ضعف نیروهای امنیتی و دفاعی در مجموع، ضعف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در میدان سیاست و جنگ در برابر گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی هست. رهبران حکومت بارها اظهارات داشتند که قدرت و توانایی دفاع از کشور و جنگ در برابر گروه طالبان و سایر گروه های دهشت افغان را دارند، اما واقعیت عینی چیز دیگری هست. همزمان با ادامه روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، خشونت ها شدت گرفته و گروه طالبان و پیشروی های قابل ملاحظه دست یافته است. هرچند حکومت عقب نشینی قوای دولتی از ده ها ولسوالی را تکتیکی می خواند، اما بر فرض اینکه عقب نشینی ها را تکتیکی بدانیم، پیروزی و پیشروی طالبان بسیار واضح و برجسته و هشدار دهنده است. تصرف ده ها ولسوالی از سوی طالبان و افتادن مقادر زیاده سلاح و جنگ افزار و وسایط نقلیه نظامی به دست جنگجویان این گروه تنها در چند هفته یک مسئله ساده نیست و از نظر بسیاری از کارشناسان نمیتواند مصداق تکتیکی های نظامی باشد. گروه طالبان مدعی است که با پیشروی های اخیرش و خارج ساختن ده ها ولسوالی از کنترل دولت، مناطق تحت نفوذش را توسیع داده و تلفات زیادی را بر دولت وارد کرده است. واقعیت نیز این است که در دست گرفتن کنترل این مناطق کار آسانی نیست، اما طوری که بخش های وسیع از خاک کشور که در طویل سالهای اخیر به دست گروه طالبان افتاده همچنان تحت اداره این گروه باقی مانده است. از سوی دیگر پیروزی اخیر طالبان ترس و وحشت زیادی را در میان شهروندان کشور به وجود آورده است و همزمان بر مورال نیروهای دفاعی و امنیتی نیز تاثیر منفی گذاشته است. اخیراً ویدیوهای زیادی از تصرف پایگاه‌های نظامی به دست طالبان و صحنه‌های از تسلیمی حقارتبار سربازان و
و واگذاری های سلاح و جنگ افزارهایشان به این گروه در صفحات اجتماعی دست به دست شده است. تاثیرات منفی این صحنه ها بر روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنین مردم را نمیتوان انکار کرد. پیشروی های اخیر طالبان یک واقعیت ملموس در صحنه سیاست و جنگ افغانستان است و برخلاف آنچه بعضی مقامات بیان می کنند تبلیغات محض نیست، هرچند ممکن است درباره آن مبالغه صورت گیرد. طالبان اکنون بخش های وسیع از کشور را در کنترل خود دارند. اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، واضح است که اوضاع وخیمتر و ساحه زیر نفوذ طالبان فراختر خواهد شد. بر پایه همین واقعیت هاست که اکنون تعدادی از مردم در برخی از مناطق سلاح در دست گرفته اند تا از مناطقشان در برابر تهاجم طالبان دفاع کنند. را افتادن قیام های مردمی در عین حالی که امیدوار کننده هست بعضی چالش هایی را نیز به همراه دارد که تنها با مدیریت و رهبری درست و دقیق این قیام ها می توان از آن در دفاع از جمهوریت و مردم به نفع حاکمیت دولت استفاده کردند. برای اینکه این قیام های مردمی به نتایج مطلوب و اهداف مورد نظر برسد، ذکر نکات چند ضروری به نظر می رسد و انتظار می رود که مقامات حکومتی و سایر مراجع و منابع دخیل در خیزش های مردمی آن را در نظر داشته باشند. در عین حال به نقل از صفحه رسمی عبدالله عبدالله، قتل عام گروه طالبان توسط بسم الله محمدی. در 24 ساعت گذشته 235 تن طالب کشته و 161 تن دیگر زخمی شده اند. طالبان اگر می خواهند زنده بمانند تسلیم شوند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.